ستا فیلم گل این فیلم ها بود. یکیش این فیلم هست عزیزان. میبینید یک پیر مرد هموطنمون پیداست آمده، زورش هم نمیرسه، یک سنگ بزرگ رو داره ور میداره و پرتاب میکنه به سمت ماشین یگان ضد شورش جمهوری انگل نشان آخوندی. این فیلم بسیار به دلم نشست. درود بر شرفت هموطنی که الان شاید 70-80 سالت باشه، ولی آمدی این سنگ بزرگ رو پرتاب کردی، زدی به این ماشین با وجودی که بسیار هم سنگین بود و نشون دادی که شرافت داری، نشون دادی که چیزی برای از دست دادن نداری، نشون دادی که اون همون میگه ما یه دی ان ای آریایی ایرانی داشته باشیم همون کارشو میکنه، همون تو این روزها بر این ضحاکان فائق میشه. نگاه کنید فیلم رو. ببینید این هموطنمون، هموطن عزیزمون که به سختی هم راه میره، وقتی این سنگ رو زد بقیه شجاع شدن، سنگ اول که پرتاب شد آمدن ماشین رو گرفتن چپ کردن و اجازه ندادن که مردم رو سرکوب کنن. بسیار به دلم نشست این فیلم. درود بر شرفت هموطن ایرانی من که این حرکت در خیابان هستی ایستادی، درود بر تو باد. واقعا از زیبایی این فیلم هیچ چیزی کم نمیشه. اجازه بدید یک بار دیگه هم پلی کنم و بعد بریم فیلم زیبای بعدی رو ببینیم. این تهران بود دوستان. بله، فیلم دیگری که بسیار به دل من نشست و بسیار زیبا بود در ساری بود. بانوان، این لچک هایی که به زور حکومت آخوندی بر سرشون کرده بودن، لچکی رو که رضا شاه بزرگ از سر بانوان به آزادی داد و بانوان حق انتخاب پوشش گرفتن، اینها به زور دوباره بر سر مردم کردن، این لچک ها رو می سوزوندن و می رخصیدن. چقدر زیبا بود در ساری. درود بر شرف هموطنان در ساری، آفرین بر شما، واقعا زنده باد. بذارید میگم که اینقدر فیلم زیاده، من بخوام حتی تو این فیلم های آرشیو کانال تلگرام دارم میگردم پیدا کنم. فیلم بسیار دیدنی بود. میبینید که تظاهرات ها شیراز، کرمانشاه، قزوین، چندین لچک سوزی ما داشتیم دوستان. امروز لچک های زیادی آتش. آها این هست فکر کنم. بله بله، ببینید چقدر زیبا. درود بر تو، درود بر شرفت، آفرین. همه باید این کار انجام بدن، لچک را آتش دادن و میرقصن. درود بر شرفت، درود بر شرفت، بسیار زیبا، بسیار زیبا. یک بار دیگه، یک بار دیگه فیلم رو ببینید، آفرین. فردا باید این تکرار بشود دوستان. لچکی مچکی اضافه تو خونم حتی دارید، بردارید بیارید بسوزونید. بسیاری از شرکت های لچک بافی گفتن که ما دیگه لچک تولید نمی کنیم برای حکومت آخوندی، یعنی روسری دیگه تولید نمی کنیم. درود بر شرف هموطنان در ساری، خیلی فیلم زیبایی بود. لچک سوزی دیگر رو ببینیم، این هم از نمای دیگر، نمای دیگر. بله، این کاش که یه دوربین با کیفیت بود، این فیلم اصلا اسکار باید میگرفت واقعا. این حرکت چرخشی که رقص چرخشی مثل این رقص مولانا هست اینجا میزنن در قونیه ترکیه، چقدر زیبا، چقدر زیبا این لچک سود. بله، استقلال، آزادی، حجاب اختیاری، لچک سوزی دیگر در ساری رو میبینیم. ساری امروز کلن لچک ها رو سوزوندید. مردم هموطنان در ساری کلن فکر کنم هرچی لچک مچک داشتی آتش اهورایی برپا کردند و هرچی این لچکی داشتند رو سوزوندن. آفرین. آفرین.
شنید سیدعلی خامنه‌ای بچه‌های دهه 90 همون سیدعلی دهه 90 ها و شفرا خوانده سلام پسمانده. این پسمانده که فکر میکرد که مثلا یه فیلمی برای روحیش درست کنه، چون این مردی که خیلی مریض احوال هست، این سلام فرماندن برای این درست شد که یه خورده این روحیش بالا بمونه، سقط نشه وسط این کار، همشون به جون هم بیفتن. این دهه 90 ها این هستن، میگن رضا شاه میمیریم مملکت رو میگیریم، آفرین بر شما. از خودشون شعار درست کردن، شعار از خودشون ساختن. درود بر شرفتون، درود بر شرفتون، آفرین. لچک سوزی گرگان رو هم ببینیم دوستان، لچک سوزی گرگان رو هم ببینیم. بله لچک ها زیاد شد الان، وسط باید بذارید، هم وقت آتش اهورایی وسط ایجاد کنید، دست نگیرید خودتون رو میسوزونید. یه موقع وسط یه آتش بزرگ لچک ها رو بندازید و برقصید. همون صحنه که تو ساری، اون خیلی صحنه ترتمیزتری بود، اینجوری دست بگیرید یه خورده میسوزه و داستان میشه. بله بریم ببینیم کجا دیگه لچک. آها در کرمان، هموطنانمون در کرمان. خیلی ها هم خب این یک سنت، اینکه مو رو یک مقدار از مو رو میتراشن، یک سنت بین لورها هست که وقتی یک نفر رو از دست میدن مو رو میتراشند یا میچینند موشون رو، گیسشون رو. این هموطنان هم این کار رو دارن انجام میدن، ولی خب لچک سوزوندن خیلی بهتر هست، من اون رو بیشتر میپسندم. موی بانوان که زیباست، حالا چه، حالا درسته که هم در همراهی و همسویی خوب هست، من اون یکی متد رو که یه آتش اهورایی برپا بشه لچک ها بسوزه قشنگتر میدونم، ولی این هم خوب هست. بله هموطنانمون در کرمان هستند، هموطنانمون در کرمان.